عزاداری دی قبول با آقا. همچنین عزیز دل من، یه دو سه شب نبود ندیدیم و دلتنگت شدیم. خوبی؟ خواب زیر پاشیم. عزیز دل منیم، چه خبر؟ ایشان میگم بذار فارسی بگم که دوستانم بدونم. آقا سراب هم عقایدی داره. آقا سراب یکی از دوستای خوبمونه. آقای اشرفی هر کی عقیده ای داره، انسان باید به عقیده اون هندی که گاو میپرسته خب باید احترام بذاره. همون گاو ممکنه بچه فلجش رو شفا بده، چون اعتقاد قلبی داره بهش. اصلا امام علی علیه السلام میگه اگه به یک سنگم ایمان بیاوری جوابتونو میده. تمام شد رفت. پس دیوانگی ما به کسی ربطی نداره. تمام عشق من. حالا مثلا ما از اون سر دنیا کف لندن، تو لندن ما چیز یا حسین گذاشتیم به کسی چه مربوط؟ نه همونی که قمه میزنه آقا. این ببین میگه بحث منطقی بکنیم. من به عشق تو خون خودم رو میریزم. بله آقا باید احترام بذاریم. انشاءالله تمام. حاج بیتی میگه تمام. مثلا دوربین کثیفه؟ آه الان یه ذره باز شد. خواهد خوبی؟ سلامتی؟ سلامتی الحمدلله قربان. بکرم توم زدی اینجوری که آه نه دست ما قاضی ببین بهترین مواد پاک کننده همین توفه، هم گرمه هم چسبندگی داره. امانت دست تو خالایی. بودید آقا سلامتی داغوتیم. آقا ما یه دو سه روز بنایی داریم تو خونه و تعمیرات و اینا. باره به خدا. خوب سلامتی. چه خبر آقا؟ شما خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشی. همه چی خوبه؟ معاوده و خوبه سلامتی دیدن. امروز یک چیزی در رفت بیمارستانی شدم، قاطی کردم، ناراحت شدم از یه بابایی با تلیفونی. خب در راه هستی خدا وکیلی آقا سید. بعد گفتم حالا تصویری همین دیدیم مثل خودت دارم تصویری باش صحبت میکنم. هی گفت آشان خودمون از سر یه داستانی حالا بعدن بگم. گفتم ولی قرآن الان شکم خودم رو پاره میکنم از دست. گفت تو ارزه نداری. سید موسی که ببین یه موکتبری داشتم، خب 3 روز بود دنبالش میگشتم پیداش بکنم، لازمش داشتم. موسی یه اینجوری گذاشته بودش جلو آن جلو من اینجوری اینو گفت ببین اینجوری کردم. گفتم چاقوی دیدم موکتبره اینقدر تیخش اومده، زدم دل روده خودم انداختم بیرون. چرا این کاری کردی؟ رفتم بیمارستان تا سال 8 بیمارستان بودم به شرفم. 17 تا بخیه خورده. عجبا دردم میگیره داداشم. حالا داره مردم میگیم بابا خودزنی نکنین. داداشم چما سید بعضی آدم ها به شرفم فایده نداره. یعنی آدم باشون بس بکنه از خودشان نفهمتر میشی. خب گوشی رو قطع میکردی دیگه شد یه داستانی شد. خب این چند روز پیش یارو بود یکی با هم بود، گفتی چه نسبتی با داره؟ گفتم اینجوری خدا وکیلی مثلا آره این لای گذاشته بودم. گفت داشی منم میخوام سلام علیکی بکنم. او دوست داره این فضای مجازی. گفتم بفرما. نادر بابا برگشت یه حرفی زد. خب این منظوری نداشت. خب ولی اون برداشت بدی کرد. آقایی که شما باشین داستان ادامه پیدا کرد. خانوادش ایداد باباش و مادرش و برادر گفت ما به تو اعتماد کردیم، خب تو چرا اجازه دادی به این بچه ما توهین بشه؟ خب خلاصه کارای دایی بدی بسته شد. حالا امروز به نادر بگم نادر این داستان چیه؟ میگه خداوکیل منظورم خودم بوده. خب منظورم خودم بوده. میگه من 7 تا خواهر دارم. آخه نادر بابا گفت ما از اینا داروارمون زیاده. خب این یه برداشت دیگه کرد. گفت خدا وکیلی منظورم خواهرای خودم بوده. گفتم آقا من میدونستم منظور چیه. این برداشت بدی کرد. داستان پیچیده شد بدجوری. و قیمت دلش ما تمام شد. چه بگم؟ لا لا.
در صورت برادر من بیشتر مراقب خودت باش عزیز دارم. خدا شده نگرانتیم، تو فکرت هم هستیم، یعنی مرتب عزیز دارم منی. سلامتی شرط اول آخره، این مهمتر از همه چیزه برای ما. سلامتی ولا آره، هیچ نعمتی مثل سلامتی نیست با خدا، نه پول نه هیچی مثل سلامتی نیست. آره به خدا آقا سید، به دندان آدم خلال سلامتی به وجود میاد. سلامت باشی، هیچ چه خدایی نداشتم این دندان دردش کم بشه. لا اله الا الله. باش آقا مدام خوشحال شدم با بچه ها، بیاری بالا بچه ها، موفق مایی، خوشحال شدم، روز خوبی داشته باشی. یا